آخوندم، نه بچه مذهبی هم، نه بابام آخونده و نه این عقیده‌ای که دارم رو از آخوندی یاد گرفتم. همیشه وقتی میرفتم طلا میخریدم، طلا فروش وقتی میخواست النگ رو دست من کنه با یه پارچه دست منو میگرفت که دستش به من نخوره و النگ رو توی دست من میذاشت. پیش خودم میگفتم که چقدر این امله، حالا مگه چی میشه یه لحظه دست منو بگیری؟ بعد از یه مدتی که در مورد روابط خیلی تحقیق میکردم به موضوعات جالبی برخوردم. زمانی که شما میذارید دوست پسر دستت رو بگیره، خب یه قدم صمیمی میشید، میگید که من مسئله ندارم که تو دست منو بگیری. بعدش ممکنه که یه بوسه ازت بگیره. هی این خط قرمزها شکسته میشه و شما به همدیگه نزدیکتر میشید. حالا تو این هنگی یه بوسه ازت میگیره، ممکنه تحریک جنسی هم بشه و بخواد یه مرحله دیگه جلوتر بره، چون این یک نیازه غریزی هستش. این وسط برای اینکه بتونه تو رو راضی کنه ممکنه بهت دروغ بگه. شرایط ازدواجو نداره ولی بهت میگه که من میام میگیرمت، بیا رابطه داشته باشیم. حتی ممکنه خودت هم نیازش درونت ایجاد بشه. اینجا رابطه شکل میگیره و احتمال باردار شدن شما وجود داره و متاسفانه علت قتل خیلی از جنین ها همینه. خیلی از این موضوع خبر ندارن، مجبوری بچه رو سقطش کنی و آبروت میره. بعد از اون یه عالمه حس بد رو تجربه میکنی. حالا به هم بگو ارزشش رو داره دست نامحرمت رو بگیری و بذاری که وارد حریمت بشه بعد از تو استفاده کنه؟ همه چی میتونه از یه دست دادن ساده شروع بشه. اون همه دردی که بعد از اون لذت کوتاه مدت تجربهش میکنی، خدا برای همون گفته که نرو سمتش، وگرنه برای خدا هیچ فرقی نداره. این ویدیو رو بفرست واسه اونی که میدونی بهش نیاز داره.